سلام بچه ها، خوب هستین؟ من اومدم پیشتون با یه ولاگ کوچولوی دیگه. بچه ها، من دیروز که داشتم از دانشگاه برمیگشتم رفته بودم این آشپزخونه چینی نزدیک خونه غذا بگیرم. اونجا دوباره این ذهن خلاق من به کار افتاد و گفتم که فرصت مناسبیه براتون یه ویدئوی کوچولو در مورد غذاهای چینی درست کنم. ببینیم که آشپزخونه‌شون چه شکلیه. امیدوارم که خوشتون بیاد بچه‌ها. بعدش هم برمیگردیم خونه، غذاها رو بهتون نشون میدم. بریم دیگه. خب بچه‌ها، اینم رستوران چینیه که اومدیم. من تصمیم گرفتم یه ولاگ کوچولوی چند دقیقه براتون درست کنم. اینا غذاهایی هست که استفاده میکنن، مواد غذایی که همجور که میبینین اول اینجا پیمونه میگیرن. ببینین الان میبرن و قسمت اجاقشون آماده میکنن. این هم از آشپزاشون هستن. غذای ما بزا من هنوز یه خورده ادامه بدم. همیشه یه چیزی که من توشون خیلی زیاد دیدم اینه که همیشه یه دستمال دارن و میزشون رو تمیز میکنن. استرکچرشون تقریبا یکسانه. مثلا اون شیر آب و اون مایتابا یه مخصوصی که استفاده میکنن اسمش ووک هست. مایتابا زحمتشون یه مقدار خاص هست. آتیششون هم همه اینجوریه. میبینیم که یه حالت اجاق مرسوم نیست، از اون پایین یه آتیش خیلی بزرگ میاد برای اینکه دمای مایتابا رو ببره بالا و غذاها توش به دمای بالا پختشن، آبش رو آب مواد غذایی بیرون نیاد، جوسی بمونه. مایتابشون هم اینجوری میشورن روی دمای بالا. زیاد استفاده میکنن همجوری که اینجا میبینید و اینکه غذاهاشون خیلی حالت آبدار و تازه هست، با اینکه با حرارت بالا پخته میشه ولی همچنان یه حالت تازگی هم داره. بیزینس ها معمولا خانوادگی هستن، پدر خانواده، پسر خانواده، مادر خانواده. توی اون آشپزخونه قبلی که میریم مادر بزرگم کار میکنه، ولی خب این آشپزخونه یه جای دیگه است. اینجا هم اصلا جا برای نشستن و اینا نداره به اون صورت، چون مرسومه که همه میان آنلاین سفارش میدن میگیرن. من راستش رو بخوای این آشپزخونه ها حسابی منو تنبل کردن، بعد اینکه غذاهاشون رو دوست دارم و قیمتاشون هم مناسبه. اینجا رو ببینید، آماده شد، مال ما هم آماده شد، الان دارن تمیزی میکنن. خیلی هیجان زدم دارم اینو براتون ضبط میکنم، چون خیلی دوست داشتم بهتون نشون بدم این فضایی که دوست دارم. این هم دختر خانم گلی هست که با باباش داره کار میکنه. از مدرسه میان پیش باباهاشون بهشون کمک میکنن، به خصوص که خیلی از پدرمادرشون مشکل انگلیسی دارن، زبان با اسرائیل مشکل دارن. یه خورده برم نزدیکتر ببینید که موادشون چطوره. آب سوپا رو جدا درست میکنن که معمولا آب مغز هست. بچه ها، اینا
اینجا تقریبا تموم شد، غذا رو همه رو با هم آماده میکنن، دقیقا نمیدونم چرا، ولی خب دیدیم تمیزکاری کردن، حالا میرن تا دور بعدی سفارش ها. غذا رو نشونی بچه ها بدیم. آشپزخونه رو که نشونتون دادم، ببینیم سوپی که امروز گرفتیم چطوره. این سوپ کوچولوه، سوپی که اون بار گرفتیم خیلی بزرگه. آخ چقدر داغه دستم سوپ. این سوپ چی بود؟ ذرت و مرغه. یه قاشق بیارم. یه سوپ کاملا میکس هست، ولی چیزی که جالبه توش تخم مرغ هم هست. نمیدونم تخم مرغ میبینید؟ اینا هم مرغشه و ذرت خرد شده، له شده. من خیلی کلمات مناسب آشپزی بلد نیستم. وای چقدر سوپش خوشمزه است. اینم غذای مورد علاقه همسر جانه. من دوباره با همون قاشق برنج، بهش میگن فراید رایس. فراید رایس ها رو اونتون مایتابه میریزن که دیدین دم داده نیستن. توش کامبینیشن گوش، مرغ و غذای دریایی و یه سری سبزیجات. اینم من تا الان نخوردم، بار اولمه که این میشه نودل سنگاپوری. ببینیم چطوره. من راستش احساس میکنم خیلی دوستش ندارم. اون نودلی که اون بار گرفتم و بیشتر دوست دارم، اون با سس لوبیا و فلفل سیاه بهش میگن. آره ولی این مدل سنگاپوریه که نمیدونم، خیلی احساس میکنم خیلی دوستش ندارم، یه حالت دم داده است. قیمت غذاها هم اگه اونجا متوجه نشدین توی لیست، اینا هر کدومشون این 13 دلار بود، این 16 دلار بود، این 5 دلار بود. این خیلی کوچولوه، ولی سوپی که اون دفعه گرفتیم توی ویدئوی کوتاه نشونتون دادم، مخلوط غذای دریایی بود، اون 19 دلار بود. اون یه خورده گرونتر بود و کار زیادتر می‌برد. خب اینم از معرفی غذای چین که دوست داشته باشین. بازم از این ولاگای یه هایی براتون می‌سازم. توی مسیر دانشگاه که داریم برمیگردیم یه هایی ایده هایی تراوش میکنه. مرسی که تماشا کردین و ممنون که همراهی میکنین. یادتون هم نره که کانالمون رو سابسکرایب کنین. زود میبینمتون. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار. خدا.